my friends. I am ایمان زومکان, your English teacher. رسیدیم به جملات مجهول یا پسیو. مجهول به انگلیسی میشه چی بچه‌ها؟ میشه پسیو. مورم اینجا براتون بنویسم. پسیو شد مجهول, معلوم میشه اکتیو یا به عبارتی فعال. مجهول یعنی چی؟ یعنی کننده کار یا به عبارتی فاعل معلوم نیست, تو جمله نمیاد. اوکی؟ یا اگر بیاد با یه قاعده خاص میاد. دقت کنید به این مثال اول. The office is cleaned every day. میگه دفتر کار is cleaned, تمیز می شود. اصلا پسیو چیا هستن؟ am, is, are, was, were به اضافه قسمت سوم فعل. پس افعال to be به اضافه قسمت سوم فعل بیاد برای من جملات پسیو یا مجهول رو می سازه. دقت بکنید, is به اضافه قسمت سوم, بعد از is فعل, ایدی دار دیدید, قطعا قسمت سومه. اگه که شکل سومش از افعال بی قاعده هم بود که دیگه واضح و مشخص است. ببینید, the office, دفتر کار, is cleaned, اینجوری ترجمه میشه, تمیز می شود every day, هر روز. The office is cleaned every day. I've got a question. Why the pronunciation of the is the? Tell me please. یه سوال دارم. چرا تلفظ یا pronunciation the اینجا the شد؟ آها, because the next word started or has been started with a vowel. با یه صدادار شروع شده برای راحتی تلفظ رو لینک کردن. The رو میگیم چی؟ The office. The office is cleaned, تمیز می شود every day. آفیس هر روز تمیز میشه. حالا میریم مجهول گذشته رو ببینیم چجوری ترجمه میشه. The office was. چرا was؟ چرا were نیامد؟ خب آفیس دیگه جانشین it هست. It میاد جاش. یک شیعه. تکه. Okay. The office was cleaned. تمیز شد. تمیز میشود. Is cleaned. تمیز شد. Was cleaned. که okay. دیروز. Yesterday. The office was cleaned yesterday. به همین سادگی مجهول همینه, چیزی هم جز این نداره, اما به شرطی که شما پلکانی پیش اومده باشید با بند, یعنی کلیپ های قبلی رو خونده با دیده باشید, تمرین کرده باشید, یادداشت برداری کرده باشید, اینا درک و فهمش بسیار براتون راحت خواهد بود. Somebody cleans the office every day. این زمان حال بچه, حال ساده است. Somebody cleans. چرا اس گرفته؟ به خاطری که somebody غایب هست, اینجا نیست. یکی یا یک کسی cleans the office every day. یکی هر روز تلویزیون رو اسخای میکنم, آفیس رو تمیز میکنم, یعنی تلویزیون. Somebody cleans the office every day. شخصی یا کسی هر روز every day تمیز میکنه چی رو؟ cleans the office every day. دفتر کار رو هر روز تمیز میکنه. حالا چی شده؟ میخوام مجهولش کنم. بخوام مجهولش بکنم, چی تمیز شده؟ دفتر کار. این میشه مفعول. کار روش انجام شده دیگه. میاد میشه ابتدای جمله من. The office is. چرا is آوردم تو تبدیلین؟ چون زمان حال هست. پس is میارم. از کجا فهمیدم زمان حاله؟ از every day. از اسی که این فعل من گرفته. The office is برای سوم شخص ها می گرفته البته. اوکی؟ The office is. چرا is؟ چون office یکی. Is cleaned, تمیز میشه هر روز. Every day. The office is cleaned every day. مثال دوم رو دقت کنید. Somebody cleaned. شخصی تمیز کرد the office, دفتر کار رو yesterday. دیروز. شخصی دیروز دفتر کار رو چیکار کرده؟ تمیز کرده. Somebody cleaned the office yesterday. حالا میخوام مجهول بکنم. چی تمیز شده؟ The office. The office میاد. اول ده, حرف اولش کپیتال نوشته میشه. We take the office at the first of the sentence and we write there with a capital form. With a capital form. Okay? The office. چرا was؟ چون yesterday. زمان گذشته است. چرا where نایمد؟ چون office یه چیز هست. The office was cleaned. تمیز شد که دیروز. به همین راحتی جمله معلوم یعنی اکتیو رو تبدیل کردم به پسیو. I made active sentence to the passive sentence.
The office was cleaned yesterday. ترجمه‌ش رو یاد بگید. Was cleaned یعنی تمیز شد. Is cleaned تمیز میشه. تمیز می‌شود. خب بیایم اینجا. Butter دو تا تی دابل تی. اگه بین دو تا حرف صدادار بیان در تلفظ امریکایی یا American pronunciation آر محزون تلفظ میشه یا به عبارتی dark آر. dark یعنی تیره. dark آر. آر تیره. آر محزون. یعنی چی؟ butter. butter. نمیتونی بگی butter. okay? butter. butter is made. بچه made. یعنی چی؟ من فقط گرفتم made in Iran. made in China. ساخته چین. ساخته ایران. ببینید. make. made. made. ساختن. ساخت. قسمت سوم ساخته شده. اوکی okay. butter is made from کره تشکیل شده یا ساخته شده از milk. butter is made from milk. oranges پرتقال منظوری پرتقال نیست اینجا چون میخواد بگه وارد شده. are imported بعد از are اگر فعلی اومد که ایدی داشت چیه اون زمان قطعا مجهول هست. Oranges are imported. چجوری ترجمه میشه؟ Import میشه وارد کردن. Oranges are imported. پرتقال وارد میشه into وارد شدن به چیزی into Britain به بریتانیا. یعنی به بریتانیا پرتقال وارد میشه. خودشون پرتقال نه پرتقال وارد میکنن. Okay? How often چند وقت یه بار how often دفعات یک چیزی رو یک عملی رو می‌خوایم بدونیم از how often استفاده می‌کنیم. often نخونید. how often تی تلفظ نمیشه. we do not pronounce t here. okay we pronounce often. often how often are these rooms cleaned چند وقت یه بار این اتاق‌ها تمیز می‌شوند. are cleaned. خب بررسی بکنیم جمله چجوری شد. how often که اصلا اولویت داره WH question ها و how اول جمله می اومد. خب این هیچ. are these هم که سوالی شده دیگه اما is are was a verb بخوان سوالی بشن جای فعل و فاعلش میشه عوض میشه. بوده these rooms are cleaned این اتاق ها تمیز می شوند. these rooms are cleaned. چرا are؟ چون rooms s داره جمع بیشتر از یکی. because there is s after room. it is plural. more than one. we put are instead of saying is. به جای گفتن is are رو میذاریم. okay؟ حالا these rooms are cleaned. این اتاقها تمیز میشن. میخوام سوال بپرسم. are these rooms cleaned؟ این اتاقها تمیز میشن؟ Are these rooms cleaned every day? این اتاقا هر روز تمیز میشن؟ آها، حالا چند وقتی بار تمیز میشن؟ How often? How often are these rooms cleaned? How often are these rooms cleaned? I am never خواهد جمله رو منفی بکنه. وقتی never میاد دیگه نیاز به not نداری. Never or not توی جمله بود اون گزینه غلطه توی تست ها. I am never invited to parties. ببینید I am invited to parties. من به مهمونی دعوت میشم. منظور یه مهمونی خاصی نیست. هر مهمونی مهمونی متفاوت. برای همین party به معنای مهمونی اس گرفته اینجوری شده. یه نکته در رابطه با املاش بگم. ببینید بچه ها party وقتی بخواد به علاوه اس بشه وای اینجا نقش صدای باریکلا ای رو داره. جانشین وای برای صدای ای و آی هست. آی الان بخوام اس اضافه کنم چون اینجا برای آی ای اس اضافه می شود پس میشه چی؟ parties. okay. ببخشید I am invited to parties. من به مهمونی دعوت میشم. توسطی که مشخص نیست جمله پسیو هست. I am never invited to parties. I am never invited to parties. من به مهمونی‌ها دعوت نمیشم. هرگز. I am never invited to parties. این خونه ساخته شده 100 سال پیش. 100 years ago. 100 سال پیش. S داره. There is S because this is here
we have 100, not one, more than one. 100 years ago, 100 years ago, 100 سال پیش, this house, این خونه, aha, was, به اضافه قسمت سوم فعل, build, یعنی ساختن, build, دی, ساختن, گذشتش میشه built, تی میاد, قسمت سوم یا past participleش هم built هست. مثلا, this house was built, این خانه ساخته شد 100 years ago, این خونه 100 سال پیش ساخته شد, 100 سال پیش ساخته شده است. واز هم گرفته چون یکی هست. When was the telephone invented? When, WH question اول میاد. Was the telephone invented? کی تلفن اختراع شد؟ When was the telephone invented? When was the telephone invented? The telephone invented in سالشو میگی. In, for example, 1985. خب ما به مهمونی دعوت نشدیم. مهمونی مشخصه چون یکی آورده, دم آورده مشخصش کرد. We weren't, نمیگی was, برای we were میمد دیگه. We weren't invited to the party. We weren't invited to the party. We weren't invited to the party. ببینید برای پسیو دیگه am, is, are, was, were توی هر حالتی که بیام برای منفیش not میومد دیگه, به همین سادگی. We weren't invited to the party. ما به مهمونی دعوت نشدیم. من به مهمونی دعوت نشدم. I wasn't invited to the party. I wasn't invited to the party. دقت کنید اینجا. هیچکی صدمه دید. Anybody. هیچکی میشه چی؟ Anybody. Was anybody injured? هیچکی صدمه دید. توسط کی مشخص این جمله مجهوله. مثلا میگی Was anybody injured? کسی صدمه دید. Was anybody injured? صدمه دید. Was به اضافه قسمت سوم اینجا اومده, میدونیم پسیوه, صدمه دید کسی. Was anybody, فعل میاد اول جمله, اشخاص مشخص نیست. Was anybody injured? کجا؟ توی تصادف. In the accident. The accident. Was anybody injured in the accident? Was anybody injured in the accident? Yes, two people. بله, دو نفر. One person, person, جمعش میشه چی؟ People. Two people. Yes, two people were taken, برده شدند. Take میشه بردن دیگه. Taken, برده. Taken, were taken, برده شدند to به hospital, به بیمارستان. Yes, two people were taken to hospital. Yes, two people were taken to hospital. Two people were taken to the to hospital. خب ببین بچا, take گذشتش هست took. قسمت سوم take چیه؟ taken. مثلا یه اصطلاحی هست میخواد بگه جا خوردم, میگه چی؟ I was taken aback. I was taken. I was, برده شدم. I was taken aback. Back میشه عقب, یکم عقبتر اولش میشه. بعدا توی تدریس ریشه شناسی راجع به اینا توضیح میدم. مثلا نورمال داریم, فارسی میگیم آنورمال, چون میگن چی؟ abnormal میشه غیر عادی. خب I was taken aback, جا خوردم. When زمانی که I saw Helen, زمانی که هلن رو دیدم, when I saw Helen I was taken aback, جا خوردم. I was taken aback. مثلا I was taken to hospital, منو بردن بیمارستان, توسط کی مشخص نیست. I was taken to the hospital. خب این از زمان پسیو, این تمام نشده. زمان پسیو یعنی کار ما با شما در رابطه با زمان پسیو تمام نشده. کلیپ های دیگه رو هم راجبش تدریس خواهیم کرد و برای تو بارگذاری میکنیم. I was taken aback یعنی چی؟ جا خوردم.
خب نکته دیگه نمیمونه، پسیف شد، مجهول، اکتیف شد، چی فعل؟ یه نکته تلفظی بهتون بگم. pronunciation یعنی چی تلفظ؟ pronunciation، بگید pronunciation. repeat after me please. pronunciation. 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 T-I-O-N شن تلفظ میشه. pronunciation. pronunciation. ببینید نکته تلفظی این هست، هاوس میشه خانه، هاوس خانه، وقتی به علاوه اسم میشه میشه خانه ها، تلفظش فرق میکنه. ببینید دیگه ز تلفظ میشه، houses 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 houses. اوکی این نکته تلفظ، ولی زیادم مهم نیست، ولی خب گفتم که جالبه بدونید که حالا اس گرفته شده چی؟ ز تلفظش. این از این، امیدوارم که یاد گرفته باشید جملات پسیوی رو بسازید و کامنت بکنید below. کامنت below یعنی زیر کامنت بکنید. Thank you very much my friends. See you in the next clip and bye bye.